بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله. عرض سلام و ادب خدمت همه شما. امیدوار هستم که در همه در هر جا و هر مکانی که هستید صحت و سلامت باشید. موضوع این هفته ما در ارتباط به قانون و سنت خداوند در روی زمین هست و استاد محمد عارف عطایی استاد پهنتون و همچنان معاون مجمع علمی علمای افغانستان مهمان برنامه ما هستند. انشالله روی از این موضوع بحث و گفتگو می داشته باشیم به همراهشان. جناب استاد به برنامه خوش آمدین. بخیر باشیم. سر تشکر از شما و تشکر از بیننده های عزیزی که در هر جای دنیا ما و شما را می بینن، یه برنامه را تعقیب می کنن. این برنامه در حقیقت برنامه خودشان است، برنامه است که به خودشان بر می گردد. هرچی انسان از نظر دینی معلومات انسان بالا برود، طبعا استفاده معنوی زیاد میبری. دیگه بر شما، بر دوستانی که در استودیو با ما هستند، بر همه بینندگان سلام تقدیم میکنم. تشکر، سلامت باشین. و علیکم السلام. جناب استاد، موضوعی که قانون و سنت خداوند در روی زمین است یقینا موضوعی بسیار بزرگی هست. ما فکر میکنم روی از این موضوع بحث های زیادی میداشته باشیم. اگر در ابتدا بگوین که مراد از قانون و سنت خداوند در روی زمین چی هست؟ بسم الله و صلات و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. ثم اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. صدق الله العظيم. مراد از قانون خداوند و سنت خداوند در روی زمین که بار بار قرآن مجید بهش اشاره هم دارد. در بعضی آیات میبینیم میگه که سنت الله فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. این سنت خداوند است در مورد کسانی که پیش از شما بودند و در مورد شما و در مورد کسانی که بعد از شما بیایند. و شما در سنت خداوند و قانون خداوند هیچ تبدیل و تحویلی را نمیبینین. همین سنت که شما سوال از معنای مرادش کردین که در قرآن مجید بار بار در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم زیاد میآید، مراد از این همو قانونی است و همو برنامه است که الله متعال برای بشر و برای دیگر موجودات در زمین قرار داده است. و طبق همین قانون و برنامه همه موجودات میچلند و میروند و زندگی میکنند. آیه ای که خدمت شما اشاره کردم که الله متعال میفرماید سوره اعلا، سبح اسم ربک الاعلا، به نام پروردگار بزرگت را به بزرگی یاد کن. الذي خلق فسوى، اون ذاتی که هر چیز را خلق کرده است و برابر کرده است، هر چیز به اندازه اش، انسان به اندازه اش، حیوان دیگه و حیوانات دیگر به اندازه اش، هر چیز را به اندازه خودش که مساوی مناسب حالش باشد خلق کرده است. بعدا میفرماید والذي قدر فهدا. منظور از استدلال این آیت بود آن ذاتی که هر چیز را اندازه کرده است و به همون اندازه هر چیز را باز هدایت داده است. ما و شما میبینین حیوانات حتی توالدشان و تناسلشان و زندگیشان و خرجشان و خوراکشان همه به طبق یک برنامه خاصی قرار داده شده است. شما شاید در خیلی بحث های علمی تان به این چیزها اشاره کرده باشید، استادها اینجا آمده باشن. مورچه ای که از صبح تا شام برای خود جمع می کند، ذخیره می کند برای زمستان خود یا برای خوردن خود، در حالی که از او چیز کمی هم بیشتر نمی خورد، خداوند متعال چنین برایش برنامه، همیتر برنامه برایش تنظیم کرده، طبق همی برنامه می چلد. کبوتری که گنجشکی که از خانه خود صبح حرکت می کند، هیچ چیزی در خانهش ذخیره نیست و شام باز سیر به خانه خود برمیگردد. چنانچه که در حدیث مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم میاد که تغدو حماسا و تروح بطانا. صبحگاه بیرون میشوند در حالی که شکمشان خالی است، شامگاه برمیگردند به لانه خود در حالی که شکمهایشان پر است. خداوند چنین برایش برنامه تنظیم کرده است، او طبق همین برنامه میچلد، خرجش هم خدای متعال میدهد.
بنابراین مراد از سنت خداوند و مراد از قانون کونی خداوند همی است که هر آنچه را که الله متعال برای نظم و نظام این دنیا برنامه ریخته است و طبق همو برنامه انسانها و موجودات دیگر همه میچلند و به خوبی میچلند، این همی مراد سنت خداوند و قانون خداوند در زمین میباشد. شما در صحبت ها موضوع تغییر ناپذیری سنت و یا قانون الهی را اشاره کردید، یعنی به چه اندازه، یعنی هیچ راه و جایی نداره که یعنی تغییراتی در بعضی موارد وارد شود در سنت و قانون الهی؟ نه، زمانی که قرآن مجید خیلی به صراحت و زیبا میگد ولن تجده، لن در عربی برای تاکید است. لن تجد لسنت الله، یعنی هرگز نمیابی برای خود سنت و قانون خداوند تبدیل و تحویله. حالا ما شما انشاءالله در بحث لابلای بحث خود به اشاره خواهیم کرد. زمانی که خداوند متعال قانون قرار داده است که انسان زحمتکش، قوم زحمتکش، مردم زحمتکش، جامعه زحمتکش به جای میرسن، به هدف میرسن، این قانون خداوند است. حتی فرقی ندارد در نزد الله متعال که اینا مؤمنن یا غیر مؤمنن، مسلمانن یا کافرن. زمانی که به همین قانون یک گروه، یک انسان، یک جامعه خود را موافق بسازد و طبق این قانون زحمت کش باشد، حتما به مقصد خود میرسد. قانون خداوند است، به مقصد خود. اینطور نیست که هم زحمت بکشن یک قومی یک فردی و هم به مقصد نرسن. الله متعال میفرماید که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اونهایی که کوشش کنن ما اونها را به مقصدشان میرسانیم. پس بنابراین قانون خداوند، زمانی که قوانینی که الله متعال قرار داده است، قوانین تکوینی همچنان ادامه دارد و در او تغییر و تبدیل و تحویل نمی آید. ها، قوانین دیگه هست که قوانین مثلا تشریعی که باز انشاءالله به اشاره خواهیم کرد، شاید او تغییراتی خواهد آمد. بسیار خوب، تشکر جناب استاد. در مورد و جایگاه اهمیت این سنت الهی اگر کمی صحبت شود، چون تا زمانی که انسان اهمیت موضوع را ندانه به اصل هدف شاید نرسه. چه خوب است. بله. مثلا سوال جالبی. این سوالی که شما کردین در حقیقت بیننده های گرامی را باعث می سازه که متوجه تا آخر متوجه امی موضوع باشن. بله. چرا که جایگاهش که فهمیدن، اهمیتش که فهمیدن، باز میشنون که انشالله ادامه بدن چطور خواهد شد. در مورد اهمیت و جایگاه معرفت و شناخت قانون خداوند متعال، امیقدر کافی است که عرض کنیم پیروزی انسان، کامیابی انسان یا خدای نخواسته ناکامی انسان، بله، پیروزی یک جامعه، یک حکومت، یک ملت و ناکامیشان همه منوط و مربوط به همین موضوع میباشد. یعنی اگر زمانی که یک فرد یا یک جامعه ارزش سنت های خداوند را در زمین فهمیدن و باز طبق سنت های خداوند حرکت مسیر خود را تشخیص دادند و حرکت کردند، اینا خود را به جایی میرسانند که هیچ کس به اونجا نمیرساند. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بینگر که تا چه حد است مکان آدمیت. خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشی، که همی سخن بگوید به زبان آدمیت. انسان اگر قانون خدا را، اگر قانون خدا را و اگر سنت خدا را در زمین تشخیص داد و باز طبق امو قانون و سنت حرکت کرد، صحابه کبار رسول الله صلی الله علیه وسلم دیگه چیزی نداشتن. بله. یعنی کدام انسان های آهنی نبودن که اونا از آهن باشن ما و شما از گوشت باشین. اونا خلقشان با ما و شما فرق داشته باشد، اونا 60 گز مثلا طولشان بوده باشد، ما و شما 2 گز یا 3 گز به طور مثال. نه، اونا فقط آنچه که در حقیقت آنچه که باعث پیروزیشان در دنیا گردید و در کمتر از 50 سال، نیم قرن، نیم کره زمین را به تسخیر قرار دادن، این بود که سنت خدا را دقیق فهمیده بودن.
و قانون خدا را دقیق فهمیده بودند و این را هم فهمیده بودند که قرآن سنت خداوند را چطور بر آنها کشف میکند، پیش رویشان قرار میدهد، راههای پیروزی و شکست را هر دو برایشان مشخص میکند. طبق همین نسخه قرآنی که قرآن برای پیروزیشان و به دست آوردنشان در سنت خداوندی را، یعنی سنت کامیابی را، طبق همون پیش می رفتن، خواهمی تر بود که کامیاب هم بودن. بنابراین خیلی مهم است، خیلی خیلی مهم است که جامعه سنت های خداوند متعال را بشناسد و طبق این سنت ها حرکت بکند و بالاخره به مقصد خود را برساند. بله، بسیار زیاد تشکر جناب استاد. خیلی باشید. دوستای عزیز یک وقفه میگیریم، دوباره برمیگردیم و انشالله درباره موضوعی که ما یادآوری کردیم، قانون و سنت های الهی در روی زمین، بحث بیشتر میداشته باشیم. برگشتیم دوستای نهایت گرامی. موضوع بحث امروز برنامه فرهنگ و تمدن اسلام، قانون و سنت های خداوند در روی زمین است و استاد دکتر محمد عارف عطایی مهمان برنامه ما هستند. پیش از وقفه درباره اهمیت و جایگاه شناخت این سنت الهی صحبت های جناب استاد شنیدیم. تقسیمات هم دارد، یعنی سنت الهی در روی زمین و قوانین الهی در روی زمین به چند قسم تقسیم می شود؟ ها، علمای کرام سنت ها و قوانین الهی را در زمین به دو قسم تقسیم کردند، یعنی اقسام کلیش. بله. یکی را میگویند سنت و قوانین کونی خداوند، اونا را به عبارت دیگر تکوینی خداوند، و یک دیگر قوانین و سنت های تشریعی خداوند متعال. سنت ها و قوانین کونی خداوند همی است که چنانچه که قبلا هم اشاره کردیم که کون را، جهان را، هستی را، زمین را، آسمان ها را، انسان ها را، موجودات را به یک نحوه، اونها را به یک قوانین منظم الله متعال قرار داده است، طبق همون قانون همی شدن. به اساس ای قانون حتی غیر مسلمان، کافر هم مسلمان گفته می، مسلم گفته می شود. مسلم چی معنا؟ مسلم یعنی مطیع، یعنی پایبند و اطاعت کننده، خب تسلیم شونده، این معنای مسلم است. نه، به این اساس، به این معنا کافر هم طبق قانون خداوند متعال می شود. اگر مریض می شود طبق قانون خداوند متعال است، اگر صحت می یابد طبق قانون خداوند متعال است، زنده می شود، زندگیش به دست خودش نیست، هر وقت که خدا خواسته بود و زنده می شود می میرد، زندگی مردنش به دست خودش نیست، طبق قانون خداوند متعال است که الله مقرر کرده است، به اون لحظه دقیقه ثانیه که مقرر کرده است بخواد یا نخواد تسلیم است، یعنی می بیند. خیلی کارهای زیاده نگه، این قانون تکوینی به گفته می شود. قانون تکوینی خداوند همه را در بر می گیرد و همه مطیع و فرمانبردار این قانون می باشند. آیه مبارکه است که در مورد زمین آسمان ها می آید، الله متعال می فرماید به این زمین آسمان ها گفتم اعتیا طوعا او کرها، بیایید، یعنی مطیع من شوید، چه خوش هستید چه ناراض هستید، چه ناخوش هستید. قالتا اتینا طائعین، زمین و آسمان گفتن ما فرمان بردار تو شدیم، هستیم، طبق قانون تو میچلیم. کی خدا میخواهد این زمین و آسمان تبدیل شود؟ آیه مبارکه است که یوم تبدل الارض غیر الارض، روزی که زمین غیر این زمین میشود و السماوات و آسمان ها غیر آسمان ها میشود و برزو لله الواحد القهار. ولیکن کی میشود؟ هر زمان که الله و طبق قانون خودش مقرر کرده باشد و بخواهد. این قانون تکوینی است. اما قانون تشریعی عبارت، قانون تکوینی جناب استاد، امکان دخل تصرف بنده ها هست، یعنی که بعضی تغییرات را در او وارد بکنن، یا یعنی که به نفع خود چیزایی که میتونه به ضررشان باشه بتونن به نفع خود را بگردانن، این امکاناتی وجود دارد یا نه؟ بسیار سوال خیلی دقیق کردین.
اگر در صنف درس می بودین، در صنف باشین میشته که معلوم میشه شما انشالله شاگرد بسیار میتونه لایقی الحمدلله خوب ذهین می باشین. در مورد قوانین تکوینی خداوند متعال این خب بحث یک بحث کلان باز دیگه شما ما را وارد میکنین. همینقدر خلاصه میتونین قبل از اینکه قانون تشریعی را باز شرح بدم و توضیح بدم، همینقدر میتونین بگین که ها در ساحاتی که خداوند متعال این قانون تکوینی را خیلی وسیع قرار داده است، یعنی چیزهای مختلفی درش قرار داده است که یک انسان میتواند به این هم عمل کند چنگ بزند، به این هم چنگ بزند، به این هم چنگ بزند، بر کدامی که بخواهد او را اختیارم داده است که هر کدام اینی ما این قوانین برای تو قرار دادم و این قوانین در امی زمین می باشد، حالا تو دیگه اختیار به دست تو است که تو به کدام یک از اینا چنگ میزنی، کدام یک از اینا بر خود تطبیق می نمایی. باز در اون صورت انسان میتواند که کدام تغییرات به نفع خود بیاورد، چیزی که شما اشاره کردید. چار جالب یک قول مشهور از عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه است. عمر ابن خطاب انسان بسیار دقیق، خداوند متعال دقتی که برای حضرت عمر داده بود، فهم و دیدی که برای عمر ابن خطاب داده بود برای کسی دیگر از امت داده نشده بود. خب حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در مقوله میگوید که لیس المسلم من یستسلم بالاقدار ولكن المسلم من یفر من الاقدار الى الاقدار. چه زیبا، خیلی زیبا، سبحان الله. میگه مسلمان او کسی نیست که تسلیم هر تقدیری شود، والله خیر هم آمد خود تسلیمش، شر هم آمد تسلیمش، پیروزی هم آمد تسلیمش، شکست هم آمد تسلیمش، فقر هم آمد تسلیمش، غلا هم آمد تسلیم، من تسلیم هستم هر چی که خدا خیر بین هر چی خدا خواست. نه، این مسلمان حقیقی نیست. مسلمان حقیقی و کسی است که از یک تقدیر به تقدیر دیگر فرار می کند، یعنی از یک تقدیر خود را فرار می کند که به ضررش است، به تقدیر دیگر خود می رساند که به نفعش است. فقیر است، خب کاری می کند، مبارزه می کند، به اصطلاح سعی می کند، تلاش می کند، راه های به دست آوردن غنا و ثروت و تقدم و پیروزی و موفقیت اینا را کسب می کند، بنابراین از این فقر می براید به او غنای قرار می گیرد که هیچ کسی دیگر هم نداشته باشد. لذا در این قوانینی که دامنه ایشان وسیع خدا متعال قرار داده است و به انسان اختیاراتی داده است که در اینها تصرفی یا حرکت از یکی به یکی دیگر داشته باشن، ممکن است که انسان تغییرات بیاورد، لیکن در قوانین کلی نه. یعنی قوانین کلی قبلا اشاره کردم، نه قبل از اینکه شما چیزی مطرح کنین، حالا مرگ من و تو به دست ما و شما نیست، یعنی 100 سال هم که کوشش کنیم که بالاخره همین مرگ نداره، 50 سال عقب بیاندازین، این ممکن نمی باشد. این قوانین کلی سوا. خب بسیار خوب مهربانی، اهلا. موضوع دومش یعنی نوع دیگر از قوانین تشریعی است. قوانین تشریعی خداوند عبارت از او قوانین و سنت هایی است که الله متعال برای بشر فرستاده است به عنوان به گونه قانون، از آسمان برای بشر فرستاده است. کتابی که به حضرت موسی نازل شد، کتابی که به حضرت عیسی نازل شد، تورات و انجیل و بالاخره صحف ابراهیم که بر او نازل شد، قرآنی که به محمد صلی الله علیه و سلم نازل گردید، صحیفه هایی که برای پیغمبران دیگر داده شده بود، اینها از جمله قوانین تشریعی خداوند هستند. تشریع به معنای قانون میه، نه تشریع شرع قانون، یعنی خداوند متعال اینها را تشریع کرده است، قانون گذاشته است برای بشر که حالا در ساحاتی که الله خواسته است از اینها که باید طبق برنامه الله بچلن، چگونه بچلن، عبادتشان چگونه باشد، شناخت خداوند متعال چگونه باشد، از پیش خود خدا را اختراع نکنن، خدایی را خدا آنچنان که خدا به اونها معرفی کرده است خود را آنچنان خدا را بشناسن، و بالاخره معامله و تجارت و زندگی و کار و بار و دیگه و دیگه، کل حیاتشان، امور اجتماعیشان، ازدواجشان، طلاقشان، اینا چگونه باشد، اینها قوانین تشریعی است که الله متعال فرستاده است و اینها را به ما قانون قرار داده است. پس بنابراین ما حالا، یعنی دوباره که به اصل سوال شما برگردین، دو قانون خداوند، دو سنت خداوند در زمین دارین، یکی سنت تکوینی خداوند و دیگری سنت تشریعی خداوند که امان قوانینی است که الله متعال نازل کرده است. امت اسلامی خیلی ضعیف است در فهم همین سنت کونی خداوند و عمل کردن به آن. بسیار زیاد تشکر جناب استاد، ممنون هستم. دوستان عزیز، باز هم وقفه، دوباره برمیگردیم.
برگشتیم دوستای نهایت گرامی. در ارتباط به قانون و یا سنت های الهی بحث بسیار خوبی را داشتیم، واقعا استفاده کردیم از صحبت های شما. اگر بگویید که قانون یا سنت خداوند نسبت به فرد و جامعه چه فرقی دارد؟ ها، خداوند متعال برای فرد قانونی را قرار داده است که مناسب فرد باشد و برای جامعه قوانینی را قرار داده است که مناسب جامعه باشد. فرد زمانی که قوانین و سنت خداوند را در زندگی فردی خود دانست و تطبیقش کرد و کامیاب می شود، و جامعه هم زمانی که به طور عموم افراد جامعه همه دست به دست یک دیگر دادن و قوانین و سنت های خداوند را برای بر خود تطبیق کردن، قوانینی که به نفعشان است، جامعه کامیاب می شود. من به طور مثال یک دو مثال می زنم. الله متعال می فرماید، آیه قرآن مجید است که بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و الیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرى ثم یجزاه الجزاء الاوفى. سبحان الله، الله متعال می فرماید برای انسان نیست مگر آنچه که سعی و تلاش می کند. حالا فرد در زندگی فردی خود اگر همین قانون را به خود تطبیق کرد که الله به من چنین قانون قرار، تو بدون از زحمت به جایی نمیرسی. یعنی ایتر نیست که برای یکی از علمای کرام، یک انسان دانشمند، همچنان از آسمان علوم در دلش افتاده باشد، در قلبش و در کلش جای گرفته باشد بدون از هیچ نوع زحمتی. ما چنین چیزی نداریم مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم که الله متعال علم لدنی را برایش داد. یعنی او درس نخوانده بود، لیکن عقلی که رسول الله داشت، فهم و درایت و فراستی که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت، خود عرب ها قبل از پیغمبر شدنش به این اعتراف داشتن، مردم به این اعتراف داشتن. خب حالا کل حال الله مطالب برای از اون چیزهایی داده بود و علمک ما لم تکن تعلم. خب حالا برای من و تو، برای دیگران خویت نیست که علمک ما لم تکن تعلم. علمی از آسمان بر ما بریزد، مالی از آسمان بر ما بریزد، گنجی از زمین بر ما بیرون شود، چنین و چنان، یک خیلی کم است. و علمک ما لم تکن تعلم ترجمه شده گفته شده خوب است که بینندان. ها، رسول الله مطالب رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه که تو را تعلیم داد آنچرا که نمیدانستی. یعنی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم از جنت، از دوزخ، از حالات قیامت، از حالات برزخ، از خیلی در مورد صفات و اسماء و صفات خداوند متعال، فرشتگان آسمان، اینا را از کجا یاد گرفته بود؟ در مورد تاریخ گذشته ها، تاریخ آدم علی نبینا علیه السلام دقیق، یعنی کل آنچه که در قرآن آمده است. این خو یکی از معجزات رسول الله صلی الله علیه وسلم بود و ما و شما در جریان هستیم که الله خواست که همینطور آدمی که با وجودی که سواد ندارد چنان معجزه‌ای برش بدهد که انسان ها قبول کنند، انسان ها بپذیرند که والله همین امکان ندارد، کمی دقت هایی که در این کتاب ای آمده است، یا از تعلیمش خود تعلیم نداشت، ای خود یاد نگرفته بود، ای خود پیش کسی ننشسته بود که چیز از او بیاموزد. خب پس معلوم است از جانب الله متعال است، او مسئله جدا است، لیکن برای دیگه انسان ها چنین سنتی نمی باشد. حالا فرد اگر قانون خداوند را بر خود تطبیق کرد که زحمت کشید، به طور مثال زحمت کش بود، پرتلاش بود. ما خب بار شما یقین کنیم به هر سنفی که ما میروم، اول گپ مامی هست که شاگردان گرامی ایتر تصور نکنین که شما شبهای امتحان باز میخیزین، شبهای امتحان درس میخوانین و بعدا فردایش هم کامیاب میشن، بهترین نمره هم شما دارین. نه، کسی که از اول سمستر زحمت نکشید، شبها مطالعه نکرد، روزها مراجعه نکرد، به آخر سمستر تنها به شب امتحان ممکن نیست که تو کامیاب شوی و باز نمره خوب هم بگیری. به طور مثال این خوب قانون فرد است. قانون جامعه خیلی مهم است، قانونی که الله متعال برای یک جامعه قرار داده است. والله العظیم اگر ما سالها هست که در جامعه خود ما، جامعه افغانستان ما، دیگران صحبت نکنیم، ما قوانین خداوند را، سنت های خداوند را زیر پا میگذاریم، باز توقع هم داریم که الله ما را به جای برساند و ما جامعه ما پیشرفته شود و مترقی شود و افغانستان چیزی شود در دنیا مطرح شود. نه برادر گرامی، جامعه ای که الله متعال چنین قرار داده است که در او جامعه قوم پرستی بود، در او جامعه زبان پرستی بود، در او جامعه به اصطلاح نشنالیزمی بود، در او جامعه
هر بدبختی در او جامعه قرار داشت، یکی پی زدن یکی دیگر بود، همه با هم دیگر دست به دست یک دیگر ندادن و طبق قانون خداوند و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، این چنین کار را نکردن، این جامعه به جایی نمیرسد و چیزی هم نمیشه. و چنانچه که روز امروز است، شما یقین کنین جناب استاد گرامی، ما با الله زمانی که میبینیم به همین روزها همین وقتها، خیلی از انسانهای دانشمند ما، مغزهای متفکر ما فرار میکنن، افغانستان را رها میکنن، میروند، در حالی که خار و زار هم میباشند در کشورهای دیگه. اوتر نیست که برایشان هر چیز بستر استراحت آماده باشد، مجبور هستند اونجا اوی قانون خداوند در اونجا باز تطبیق کنن، کار بکنن، زحمت بکشن. خیلی رنج میبرم، خیلی رنج میبرم. چرا در جامعه چنین باشد؟ جامعه ای که از خود متفکر نداشت، جامعه ای که متفکر قدر نداد، انسان های فهمیده روی چشم جامعه قرار نداشت، به اینها را تمویل نکردند و در کنارشان نیستادند، این جامعه به هم میرزد، خراب میشد. لذا وحدت جامعه از جمله سنت های خداوند است. من میخواستم بپرسم که یعنی میشه که بشماری خوب است که تربیرین چند مثال اگر ما بزنیم، نه وحدت جامعه از جمله سنت های خداوند است که هر زمانی که این سنت را جامعه رها کرد باز متلاشی می شود. و ولا تفرقوا، الله متعال می فرماید ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحكم، با هم دیگر منازعه و جنگ و جدال و مخالفت و اینها نکنید. شما چه می شوید؟ اگر چنین کنید پس شما هم شکست می خورید و هم هیبت شما از جامعه می رود. این چنان می شود که متاسفانه ما مسلمان ها به طور عموم و افغانستان به طور خصوص می باشیم. یک جمله. دوم، جامعه ای که در او انسجام به اصطلاح علمی و یا بگیم احترام به جایگاه علما و مراکز علمی نبود، این جامعه متاسفانه جای به جای نمی رسد. والله العظیم یکی از مهمترین برنامه هایی که غرب دارد دمی است که مراکز تحقیقی را خیلی خیلی سرمایه میگذارن برای مراکز تحقیقی. یک فرد در غرب چنین است که اگر او میه یک پروپوزل پیش میکنه که ما این چنین تحقیقی میخواییم بکنم، بعد برایش پیسه گذاشته می شود، امکانات داده می شود برای سفرهایش، برای رفت آمدهایش، برای کل کارش، و در نتیجه میگه شما امو تحقیق نتیجه تحقیقتان رو بیارید که ما از او استفاده کنیم. چرا در جامعه های اسلامی چنین نباشد؟ که نیست متاسفانه. در جامعه که وحدت نبود، مراکز علمی قوی نبود، به علم و ادب احترام قائل نبودن، برای تقدم یک دیگر از مثال های مهمشان به اصطلاح برای تقدم مالیشان، اقتصادشان، پیشرفت اقتصادیشان همه با دیگر کار نکردن، مغزای متفکر به کار نینداختن، از اونها استفاده نکردن، این جامعه به جایی نمیرسد. بنابراین پس برای فرد سنت های خاص خداوندی می باشد و قوانین خاصی که باید عمل کند کامیاب می شود، برای جامعه و محیط و مردم و ملت سنت های خاصی که اگر عمل کنن انشاءالله کامیاب و پیروز میشن. بله، بسیار زیاد تشکر بازم جناب استاد. حکومت ها چگونه تحت قانون خداوند باید قرار بگیرن؟ شما سوالی کردین که یعنی برای حکومت های اسلامی به طور عموم، نه تنها منظور افغانستان تنها نیست. خب جناب استاد، من فکر میکنم اگر صحبت شروع کنین وقت کم است، میشه که بعد از وقفه بریم و سوال از جناب استاد جوابش میشنویم، واقعا که جوابش شنیدنی خواهد بود. باز هم خوش آمدید بیننده های نهایت گرامی فرهنگ و تمدن اسلام. دکتر محمد عارف عطایی مهمان این هفته ما در استودیو هستند و موضوع بحث ما امروز در ارتباط با قانون و سنت های الهی در روی زمین بود که واقعا یک بحث و موضوع بسیار خوبی بود و استفاده کردیم از بحث های جناب استاد. ما پیش از وقفه پرسیده بودیم که حکومت ها چگونه تحت قانون خداوند قرار بگیرند؟ سوال شما جنبه های مختلف دارد، تشریح زیاد می خواهد، لیکن گمان کنم از ما و شما وقت ما کم مانده است. خب بازم به می وقت کم در مورد حکومت ها همینقدر باید بگیم که مقوله بسیار بزرگی است که
حکومت با عدالت، عدالت یکی از قوانین خداوند متعال است، قانونی که خدا متعال در زمین قرار داده است، حکومت با عدالت باقی میماند، حتی امکان دارد که با ایمان و با اسلام باقی نماند اگر عدالت نباشد. به طور مثال اگر عدالت دشت نباشد، بنابراین ما میتوانیم بگیم که به طور عموم که حکومت های اسلامی به طور عموم اگر سنت های خداوند را که برای بقای حکومت ها است، برای پیشرفت حکومت ها است، این عملی بسازند، این حکومت ها خیلی پیشرفت میکنند و مدت ها هم میماند، سال ها میماند، چنان که مسلمانان در دوران تمدن اسلامی خود بیش از 1000 سال ماندند، یعنی چیز عادی نبود، بیش از 1000 سال ماندند. لیکن مسلمان ها زمانی که همی قوانین سنت های خداوند را به هم زدند، به هم ریختاندند، زیر پا کردند، از مهمترین مثالش همی است که تکه تکه شدند دیگه به ممالک مختلفه خرد و کوچک، تقسیم و تقسیم. حتی در داخل مملکت هم باز تقسیمات دیگه. لذا حالا دیگه چی برای مسلمان ها مانده است متاسفانه؟ لذا اولین و مهمترین این است که قانون عدالت را حکومت ها پیاده کنند، و زمانی که قانون عدالت خداوند را پیاده کردن باعث بقایشان می شود، ولو که مشکلات دیگه کم کم داشته باشند از بین نمی روند. اما متاسفانه اگر عدالت باز نبود، ولو که خوبی های دیگه به طور مثال داشته باشند، این به اصطلاح پدیده بسیار مهم وجود نداشت، کم کم از بین می روند. یک، حکومت ها زمانی که برای پیشرفت و برای تقدم به اصطلاح مملکت های خود، مردم خود کار کردن، تلاش کردن، شب و روز کوشش کردن، اینها باقی میمانند، اینها اینو پیشرفت میکنن و واقعا پیشرفت میکنن. لیکن اگر برایش برنامه نداشتن، سبحان الله، خداوند متعال هیچ چیزی را ما در اول گفتیم بدون از برنامه قرار نداده است. شما اگر میخواین کاری را انجام بدین لیکن برایش پلان ندارین، پلان استراتژیک ندارین، برای 5 سالتون پلان معلوم نیست، برای طویل مدت و قصیر مدتتون پلانتون معلوم نیست، خامیتر پا در هوا و در زمین روان هستین، خامه خوب شما به هم میریزین و به هم میپاشین. لذا این خیلی مهم است که یکی دیگر از جمله قوانینی که باید حکومت ها رعایت کنن الهمی این چیز است که برای به اصطلاح پیشرفت جامعه کار کنن. نکته دیگری هم که اشاره کنم، رسول الله صلی الله علیه و سلم، قرآن مجید، رسول خدا صلی الله علیه و سلم بار بار اشاره بری دارد که ادو الامانات الی اهلها، ادو الامانات الی اهلها، و انتو ادو الامانات الی اهلها. امانت را به اهلش سپردن یکی از جمله مهمترین به اصطلاح تمسک به قوانین خداوند است برای پیشرفت، برای تقدم. لیکن اگر امانت به اهل سپرده نشود، یعنی در جای فردی قرار گرفت که او مستحق او نیست، رسول الله صلی الله علیه و سلم، سبحان الله، یعنی زندگی رسول الله برای ما والله از اولش تا آخرش نکته نکتهش درس است، پیام است، ما متوجه نیستیم. حضرت ابو ذر غفاری آمد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم. ابو ذر غفاری یکی از یارهای اول رسول الله که اول در اولین افرادی که مسلمان شده بودند می باشد، و تقوای ابو ذر غفاری را بی‌نظیر بود. ابو ذر غفاری تا روز امروز کتاب ها نوشته است که چقدر انسان متقی و زاهد بود. خب آمد به رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت یا رسول الله، یعنی نمیخوام که مرا در یک جای حاکم قرار بدی، در کدام ولایتی، مثلا در کدام شهر، بعد از اینکه اسلام پیشرفت کرده بود و جاهای زیاد تحت سیطره اسلام بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن ای ابو ذر، انک ضعیف و انها امانتون. همینطور حدیث طولانی است، ای ابو ذر، ای امانت است، تو ضعیف هستی، به روز قیامت برای تو ندامت و پشیمانی می آورد. حالا تو میخوای به جنت بروی یا نه؟ اگر میخوای به جنت بروی، تو نمیتونی حکومت را بچلانی، مثلا تو والی باشی، تو برای عبادتی تو بکن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفهمید که کی چه کار بکنه، جیش را، لشکر را به خالد ابن ولید میداد، نوشتن را به اسامه ابن زید میدهد، مثلا و مردمداری را به ابوبکر صدیق میدهد، کارهای شجاعت و دیگه را به حضرت علی ابن ابی طالب میدهد. هر کدام را به جایش مینشاند و هر کدام را به مسئولیتش به دوش او میگذارد، لذا پیشرفت و تقدم هم کردن. به طور عموم زیاد است این مسائل که حکومت ها
خلاصه برای که حکومت ها اگر سنت های خداوند را دانستن و تطبیقش کردن، انشاءالله حکومت ها سالها سال میمانند و روز به روز هم پیشرفت میکنند. لیکن اگر سنت های خداوند را نفهمیدن، گد و ود بود همه چیز در نزدشان، پس این حکومت ها باقی نمیمانند. این سنت خداوند است و سنت خداوند برای کسانی که قبلا بودن چنین است. چرا فرعون از بین رفت؟ الله مطال خوی قصه را هوایی نمیسند برای من و شما. چرا فرعون از بین رفت؟ خیلی خوب است که با مثال گفته شد. بالکل. چرا نیمرود از بین رفت؟ چرا دیگران از بین رفتن؟ اونهایی که الله مطال سمود و عاد و سمود و دیگران که قصه هایشان در قرآن مجید میآورد، اینهایی که حتی خیلی قوی بودن، الذین جابوا الصخر بالواد، الله مطال میگه صخره‌ها را یعنی کوه‌ها را سوراخ میکردن، قصر میساختن برای خود در کوه‌ها، به اندازه قوتشان بود. لیکن فصب علیهم ربک سوط عذاب، الله مطال شلاق قمچین عذاب را بر اینها نازل کرد، نیست و نابودشان کرد، چون اینها به سنت های الهی عمل نکرده بودند. فرعون میگرفت بنی اسرائیل را، بر بنی اسرائیل ظلم میکرد، عدالت در حکومت فرعونی نبود. نمرود به اصطلاح پیسه ها را همه برای خود جمع کرده بود و به انسان ها توزیع نمیکرد و قدر این نعمت خداوند را نمیدانست. امثال اینها، زمانی که حکومت ها واقعا اگر سنت ها را نفهمیدن با شکست میخورند. بسیار زیاد تشکر جناب استاد. واقعا اگر انسان ها قدر قوانین الهی را و درک واقعی از قوانین الهی پیدا کنیم و ما قسمی که جناب استاد گفتن هر چیز در جایش بگذاریم، انشالله سبب بقای ما میشه. ما مسلمان ها قوت پیدا میکنیم و میتونیم یک زندگی خوب داشته باشیم. دوستای عزیز، باز هم یک وقفه، دوباره برمیگردیم و انشالله بخش اخیر برنامه ما همچنان باقی است. منتظر ما باشید. دوستای نهایت گرامی، برگشتیم و بخش اخیر برنامه ما، قسمی که گفته بودیم باقی بود و آمدیم خدمت شما. یک سوالی که جناب استاد در ذهن باقی مان از بحث قبلی ای بود که بعضی اوقات ما گفتیم که در قوانین تکوینی امکان دخل و تصرف انسان ها هست که در او دخل و تصرف بکنن و به نفع خود از او استفاده بگیرن. آیا در قوانین تشریعی هم اینطور یک دخل و تصرف امکان دارد یا نه؟ سر جالب، جزاک الله خیرن. امیدوار هستیم که تا کنون بیننده های گرامی هم خسته نشده باشن از این بحثی که کردیم. در این مورد که شما اشاره کردین، یعنی دو تشریع چنین است که به دو قسم میتونین قوانین تشریعی را تقسیمات کنین. قوانین تشریعی یا قسم قوانینی هستند که اصول هستند و اصول هیچ زمان تغییر پذیر نمی باشد. دو تصرف هم ممکن نیست که انسان از پیش خود تصرف کند. به طور مثال قوانین تشریعی بندگان که الله مطال نازل کرده است، به حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت نوح و حضرت داود و سلیمان و دیگران، اصول در همه یکی بوده. اصول به این معنا یکی بوده است که خدا یگانگی الله مطال، ایمان به یگانگی الله مطال، ایمان به نبوت پیغمبران، ایمان به معاد و زنده شدن بعد از مرگ و امثال اینها اصول که است. اصول در ادیان سابقه و در دین اسلام همه همیشه یکی بوده است و در او تصرفی هم ممکن نیست. یعنی ممکن نیست که ما شما بیاییم در مورد یگانگی الله مطال یک تصرفی خاصی بکنیم، بگیم الله مطال یگانه نیست، تا حال گمان به این برده میشد که یگانه است، اما از این بعد الله مطال دو است یا سه است، مثل که متاسفانه در ادیان دیگه قرار دارد. خب لیکن در مورد قوانین غیر اصول، یعنی غیر از پایه های اساسی، یک قسم دیگر او قوانینی است که الله مطال به اجتهاد بندگان گذاشته است و خداوند مطال برای طبق در روشنایی همون اصول بندگان را اجازه داده است که اونا اجتهاد کنند، رأی خود را بگن، نظر خود را بگن، کوشش کنند، هر کسی به یک نتیجه خاصی برسد. حالا این چنین قوانینی در این امکان دخل و تصرف به این معنا هست که انسان اجتهاد کند. ما مجتهدین کرام ما
تنها حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه گفته می شود که بیش از 40,000 مسئله را اجتهاداتش است. خب 40,000 مسئله خودی تر نیست که چیزی کمی باشد. اینها در کتابهای گذاشته شده است که ماشاءالله یک تنها هدایه ما و شما را ببینیم، کنز ما و شما را ببینیم، دیگه کتابهای فتوای ما و شما هر کدامشان یک تاق و یک ردیف پر میکنند. حالا که قرآن مجید که همیقه کتابی هست که بیقدر کلان نیست نی، اما اینهایی که ابو حنیفه و دیگران و امام شافعی و مالک و اینها اجتهادات کردن طبق از این کتاب اصولی که در این قرآن مجید قرار دارد و در سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، دیگه حالا دیگه اینا تصرف کردن، یعنی به این معنا اجتهاد که معنای تصرف است. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه یا فرد مجتهد به حق میرسد یا نمیرسد. اگر به حق رسید واقعا زحمت کشید، دو ثواب دو اجر برایش داده می شود. اگر حتی به حق نرسید هم یک اجتهاد یک ثواب زحمتش برایش داده می شود. خود زحمت کشیده است، یک دیگه شاید بیاد تصحیحش کند، شاگرد شاید متوجهش بسازد که چنانچه که ما می بینیم نه اختلافات کس همی است که یک دیگه میگه والله این نظر فلان کس قوی نیست، اما به این دلیل به این دلیل به این دلیل این نظر دیگه از او کرده قوی تر است. خب بنابراین پس ما در مسائل جزئی، در جزئیات، در فروع میتونیم تصرفات و اجتهادات و زحمت های خود را داشته باشیم در قوانین تشریعی و در اصول نخیر، در اصول نخیر. بله، خب آشنایی با قوانین و سنت الهی چه تأثیری در برنامه ریزی ما میتونه داشته باشد تا اینکه اما راه های موفقیت بپیماییم؟ اولا که نکته اولی که شما به او اشاره کردین خود آشنایی مهم است. بله، یعنی باید ما امت به حیث امت اسلامی قوانین خداوند را بشناسیم در زمین و اینا چیزی بعید سختی هم نیست، یعنی اینطور نیست که والله حالا باز یک فلسفه جدید در ما ایجاد کنین و بسیار زحمت خواسته باشد. نه، اینا در قرآن وجود دارد، در قرآن و در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود است، لیکن همیر متوجه شوین بشناسیم، از رای برای قرآن بکشین و برای جامعه خود معرفی بسازیم، خود ما و جامعه ما یک. و دومی که بدون شک در پیمودن راه های موفقیت خیلی تاثیرگذار است. یعنی اگر ما به طور مثال کوچکترین قانون خداوند را که همانا تلاش برای درس خواندن باشد، تلاش برای موفقیت در یک مرکز تعلیمی باشد، بله، امیر فهمیدین و ایر تطبیق کردین و بر خود عملی ساختین، ان شاء الله لازم یکی از موفق ترین افراد همون مرکز علمی ما خواهیم بود به طور مثال. بله، یک چیزی همینطور دیگه شما مثال بدین، جامعه ما، محیط ما، قوم ما، حکومت ما، امت اسلامی ما، به طور عموم تمام امت اسلامی ما این قوانین را اگر فهمیدن و بعدا در تطبیقش بسیار کار کردن خیلی تاثیرگذار خواهد بود برای به دست آوردن موفقیت های عظیمی که ما منتظرش می باشیم انشاءالله. بسیار زیاد تشکر جناب استاد. باز هم اگر در چند لحظه توصیه های شما را بشنویم. بارک الله فیکم. الله متعال دوستان را لطف کامیابی نصیب کند و لطفش خود را شامل حالشان بسازد که برنامه ها را تعقیب میکنند. من خود برای دوستایی که برنامه ها را میبینند توصیه دارم که این برنامه ها از هزارها برنامه ای که مفید نیست، یعنی در زندگی برایشان چیزی نمیدهد، این برنامه ها خیلی مهمتر است، اینها را ادامه بدن. و برای خود من و شما هم همی توصیه است که انشاءالله در شناخت سنت های خداوند و عملی ساختن سنت های زیبای خداوند در زندگی خود انشاءالله کوشش و تلاش بنمایی. باز هم سپاس از شما که زحمت کشیدی آمدی. خیر باشین. ممنون. دوست عزیز، یقینا موضوعاتی را که جناب استاد مطرح کردن و صحبت های بسیار خوبی را که پیرامون بحث امروزی ما داشتن یقینا یک هایک چیزایی بودن که ما باید کوشش بکنیم به اونمو موضوعات برسانیم خدا و مشوره ها و موضوعات یک مطرح شد کوشش کنیم اگر ما نمیدانیم بریم زحمت بکشیم یک کمی تلاش بکنیم که چی چیزایی بوده از راه علمی و عملی خود را بفهمانیم بعد از او عمل بکنیم انشاءالله که کامیابی دارین نصیب همه ما خواهد شد. دوستان عزیز، داشته های ما
به همین جا به پایان میرسد. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا و یگانه میسپاریم. الله یار و نگهدارتان باد.